مقایسه قیمت سکه و ارزش دلار در یک سال گذشته نشان می‌دهد که بهای سکه 25% و ارزش دلار 9% کاهش داشته. در ماه‌های اخیر همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و جامعه جهانی بازار سکه و ارز نوساناتی داشته، اما برخی کارشناسان میگویند دلیل این کاهش قیمت‌ها بیشتر از آن که حاصل نتیجه مذاکرات هسته‌ای باشد، در نتیجه مدیریت سیاسی و اقتصادی دولت بوده. آرش سیگارچی نگاهی دارد به این موضوع. تهران، بازار سکه و ارز. این روزها خبر جدیدی نیست. قیمت‌ها چند تومانی کم و زیاد می‌شود، اما تغییر محسوسی نیست. با این حال خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده در مقایسه با یک سال پیش ارزش دلار و سکه کاهش چشمگیری داشته است. خرداد 92 ارزش هر دلار 3515 تومان بود. خرداد 93 ارزش دلار به 3225 تومان کاهش یافت، یعنی 9% کاهش ارزش دلار در یک سال اخیر. یک سکه بهار آزادی 92 در خرداد امسال 25% کاهش قیمت داشته و اکنون به حدود 978 هزار تومان رسیده. نوسان بازار سکه و ارز در دو سال اخیر شدت داشته. حتی ارزش هر دلار به 4000 تومان هم رسید. اما روند کاهش قیمت سکه و دلار از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی و آغاز مذاکرات هسته‌ای ایران با جامعه جهانی شدت یافت. هفت ماهی است که مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 ادامه دارد. غرب خواستار پایان فعالیت هسته‌ای مشکوک ایران است و جمهوری اسلامی خواستار رفع تحریم‌های بین‌المللی. بازار سکه و ارز از این مذاکرات تأثیراتی گرفته، اما برخی کارشناسان می‌گویند برای بررسی دلایل کاهش قیمت سکه و ارز شاخص‌های زیادی وجود دارد. تغییرات قیمت سکه و ارز بستگی به متغیرهای بسیاری در اقتصاد ایران داره. برای مثال تخرج قیمت‌های جهانی خودش یکی از عوامل دیرباد هست. مسائل و انتظاراتی که خریداران و فروشندگان ارز نسبت به وضع آتی قیمت این دارایی‌ها دارند خودش باز عامل مؤثر دیگه هست. از طرفی بازارهای دیگر مالی مثل بازار بورس و نرخ‌های بهره، همه اینها میتونن باعث حرکت و جابجایی منابع ارزی و طلا به سمت این بازارها بشن. توافق هسته‌ای ایران و جامعه جهانی برای 4 ماه دیگر تمدید شده است. بازار سکه و ارز واکنش چندانی به این تمدید توافق نشان نداده. نتیجتاً نمیشه گفت که کاهش قیمت سکه و ارز در سال گذشته منبعث از فقط مسئله مذاکرات بوده، بلکه باید گفت که جمعیه متغیرها در سمت و سوی این موضوع بودن که قیمت ارز درصدی کاهش پیدا کرده و این موضوع در زمان یک سال به معنی عملکرد مثبت از جهت عملکرد سیاسی و اقتصادی دولت هست. دولت روحانی میگوید برنامه‌هایی برای کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی دارد. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.